نزدیک به 2 ماه از مذاکرات دولت افغانستان با نمایندگان طالبان می‌گذرد و دو طرف هنوز حتی بر سر اصول و موضوع‌های مذاکره به توافق نرسیدند. این در حالی است که نماینده دولت آمریکا در این مذاکرات به دو طرف هشدار داده است که فرصت دارد از دست می‌رود. آیا اشاره او به نتیجه انتخابات آمریکا است؟ آنچه در این 2 ماه گذشته نشان داده این است که بعید است به این زودی توافقی به دست آید. ولی اگر به دست آید، چه چیز ممکن است از دست برود؟ یک قربانی بالقوه و مهم توافق با طالبان که بسیاری را در افغانستان نگران کرده، میتواند قانون اساسی این کشور باشد. مهمان من در این برنامه که در نوشتن و تدوین و تصویب قانون جاری اساسی افغانستان نقش موثری داشته، سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان است. آقای دانش حقوقدان است و قبل از سمت معاون دوم ریاست جمهوری وزیر عدلیه و وزیر تحصیلات عالی بوده. به نظر او دولت افغانستان تا کجا حاضر به تجدید نظر در قانون اساسی برای جلب رضایت طالبان خواهد بود؟ و نتیجه انتخابات امریکا آیا تغییری در روند صلح افغانستان به وجود خواهد آورد؟ آقای سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. تشکر. سلام جناب آقای فانی. سلام بر شما و همکاران شما. آقای دانش، حدود 2 ماه از شروع مذاکره صلح با طالبان میگذره و هنوز حتی روی تدوین اصولنامه مذاکرات توافق نشده. مشکل کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا پروسه صلحی که فعلا مذاکرات او در دوحه آغاز شده یک نقطه عطف بسیار مهم در تحولات سیاسی افغانستان هست. مردم افغانستان امید زیادی بسته به این مذاکرات. ما هنوز هم امیدوار هستیم که بعضی بنبستهایی که پیش آمده بشکنه و طرفین مذاکره گفتگوهای خود آغاز کنند. متاسفانه نزدیک به 45 روز است که ما شاهد پیشرفتی نیستیم، اما ما با حوصله و شکیبایی هنوز هم اصرار داریم که حیاتهای مذاکره باید بمانند و امیدوار هستیم در این روزا یک نقطه امیدواری به وجود آمده در بین گروه های تماس دو جانب. امیدواریم در خلال روزهای نزدیک آینده بعضی اختلاف نظرهایی که بود در مورد طرز العمل حداقل به یک توافق برسند. این به اصطلاح موانع و مشکلات دقیقاً چیه؟ گفته میشه که به حال طالبان 2 خواسته مطرح کردند که در واقع مانع پیشرفته. یکی اینکه این مذاکرات بر اساس توافقنامه اونها با امریکا باشه و دیگه اینکه مذهب حنفی بنیاد مذهبی مذاکرات باشه. اون وقت دولت در مقابل نظرش چیه؟ یعنی پیشنهاد دولت چیه؟ ما در مورد مذهب واقعا اصلا درست درک نمی کنیم که چرا در طرز العمل باید اصرار داشته باشیم که حتما ماده گنجانده شود درباره مذهب حنفی یا جعفری. به می جهت در جانب دولت و حتی مردم افغانستان و علمای داخل کشور ما همگی به این نظر بودیم و همچنان هستیم که چنین ماده ای اصلا ضرورت نداره و بر فرضی هم که اگر جانب مقابل اصرار داشته باشه ما مشکلی نداریم که از مذهب حنفی یاد شود، اما در کنار او حداقل اشاره شود به حفظ و رعایت حقوق پیروان اهل تشیع. البته تا جایی که اطلاع داریم فضای عمومی افغانستان بین مردم شیعه و اهل سنت ما مشکل زیادی نداریم. در این مذاکره هم فکر نکنم در این مورد یک بنبست جدی وجود داشته باشه. پیشنهادهای روی میز است بین دو طرف، تا حدود دیدگاه ها در این مورد نزدیک به هم دیگه.
و ما انتظار داریم که اصلا یک توافق صورت بگیرد همین روزا. اما درباره این که مبنای مذاکرات توافقنامه دوحه یا توافقنامه بین طالبان و آمریکا باشه، دلیل روشنی اصرار طالبایی است که در حقیقت در این توافقنامه اشاراتی هست به دیدگاه های طالبا و آینده افغانستان بر اساس دیدگاهی که گروه طالبان دارد. و از طرف دیگر چون دولت افغانستان در این توافقنامه دخیل نبوده و او فقط بین دو جانب طالبان و آمریکا به امضا رسیده، بنابراین دولت افغانستان به این نظر است که ما هیچ دلیلی قناعت بخش منطقی نداریم که این مذاکرات را بر اساس او توافقنامه پیش میبریم. روی جهت از جانب دولت افغانستان پیشنهادات مختلف ارائه شده، 4 یا 5 گزینه ارائه شده. در این روزا تا جایی که اطلاع داریم دو طرف سرمی گزینه ها وارد بحث شده و تا حدودی نسبت به روزهای قبل دیدگاه ها به هم دیگه نزدیک شده. ما این انتظار داریم که به خیر طی 2-3 روزی پیش رو یک پیشرفت در این مورد هم داشته باشیم. آقای زلمه خلیلزاد، فرستاده وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، در یک پیام توییتری اخیراً به طرفهای مذاکرات صلح افغانستان هشدار داده که فرصت دستیابی به یک توافق سیاسی دوامدار نخواهد بود. آیا برداشت دولت افغانستان از این صحبت‌های آقای خلیلزاد که ادامه فرصت برای رسیدن به صلح از دست داره میره، اشارش به نتیجه انتخابات آمریکاست احیانا؟ فکر نکنیم اشاره مستقیم به اون موضوع باشه، ولی بدون شک یک پیوند نزدیک داره به انتخابات آمریکا. اما ما واقعا انتظار داشتیم که جناب آقای خلیلزاد همین دیدگاه خود حتی زودتر باید مطرح میکرد، چون در جریانی همونطوری که شما گفتین نزدیک به 2 ماه هست که وضعیت پیشرفتی نداره و واقعا ما به این باوریم که یک انعطاف ناپذیری بیشتر از جانب گروه طالبان است نه از جانب دولت افغانستان. به علاوه این که بعضی روزها ما در بین 20 تا 22 ولایت افغانستان شاهد حملات وسیعی طالبان هستیم و حتی در شهرهای بزرگ، در حالی که در خود توافقنامه ذکر شده که با شروع مذاکرات خشونت‌ها کاهش می‌یابد و این تعهد هم گروه طالبان بود و هم آمریکا. ولی در این مدت ما برعکس اصلا شاهد کاهش نبودیم و این در داخل افغانستان یک نوع بی‌باوری و یا ناامیدی برای مردم افغانستان ایجاد کرده نسبت به صلح و پیشرفت صلح. بنابراین هر شخصی یا هر گروهی و هر نهادی و هر کشوری که حامی پیشرفت صلح افغانستان است باید تأکید کنه که هر چه زودتر بن‌بستا بشکنه تا ما واقعا مردم افغانستان در یأس مطلق قرار ندیم و مرحله به مرحله پیش بریم. آقای دانش، به هر حال به نظر میرسه که شما با این صحبتاتون یک نوع گلایه هم از آقای خلیلزاد دارید میکنید، چون در داخل افغانستان خیلی ها به هر حال انتقادهایی به آقای خلیلزاد دارن که ممکنه احیانا اون فشارهای لازم رو بر طالبان وارد نمیکنه. کما اینکه الان شما خودتون گفتین طالبان به عملیات نظامیش حتی بیشتر از گذشته ادامه میده برخلاف اون توافقنامه‌ای که با آمریکا کرده و حتی در خبرها امروز بود که رابطهش با القاعده هم حفظ کرده کماکان ادامه داره، ولی با این حال ما میبینیم که در توافق صلح هم هیچ سازشی نمیکنه طالبان. این وسط شما انتظارتون از امریکا و از آقای خلیلزاد چیه؟ یک حقیقت بسیار روشنه. پیش از روزهایی که تعداد 5000 زندانی طالبان به طور کامل رها شود، آخرین صحبتهایی که با جناب آقای خلیلزاد بود بر این اساس بود که با آزاد شدن یا تکمیل شدن آزادی زندانیان گروه طالبان
به طور طبیعی خشونت ها کاهش می آمد و این یک نوع غیر از اون چیزی که در خود موافقت نامه ذکر شده این یک نوع تعهد جدی بود که آقای خلیلزاد نسبت به دولت افغانستان داشتند و در رسانه ها و افکار عمومی مردم افغانستان هم یک چنین انتظاری شکل گرفته بود و به می جهت جانب دولت افغانستان واقعا یک گامی بسیار شجاعانه را برداشت. بیش از 5000 زندانی طالبان رها شد. هیئت مذاکره افغانستان به صورت خیلی دقیق جامع با رضایت همه جوانب سیاسی احزاب سیاسی شکل گرفت. اینا رفتن به دوحه و واقعا افتتاحیه این مذاکرات هم بسیار عالی بود. ما یک برداشت مثبت پیدا کرده بودیم ولی با ختم افتتاحیه شاهد یک نوع انعطاف ناپذیری و افزایش خشونت در افغانستان و همچنین همونطوری که شما اشاره کردین واقعا تداوم حضور بعضی از گروه های تروریستی دیگر در مناطق مختلف افغانستان ادامه یافت که یک نمونه روشنی او در هفته گذشته بود که یکی از چهره های برجسته گروه القاعده در یکی از ولسوالی های ولایت غزنی افغانستان کشته شد و این خود به خود نشان میده او منطقه ای که این شخص در اونجا بسر می برد از مناطقی است که تحت تسلط گروه طالبان قرار دارد و این نشان میده که او تعهدی که در موافقت نامه آمده هم به صورت دقیق هنوز هم تطبیق نشده، یعنی قطع رابطه گروه طالبان با سایر گروه های تروریستی. بنابراین ما انتظار داریم از هم دولت آمریکا هم آقای خلیلزاد که از نزدیک مباشری این وضعیت بوده که حداقل همو تعهداتی که در خود موافقت نامه است باید مورد تطبیق قرار بگیره، هرچند خود مذاکرات یا احیانا توافقنامه ای که به دست بیاید بدون شک زمانگیر است. این رو ما میدانیم، همه میدانن، یک منازعه ای که مدت ها و سال های زیادی را در بر گرفته بدون شک انتظار نداریم که بسیار به سرعت به نتایج نهایی برسن، اما حداقل ما باید یک فضای اعتماد به وجود بیاریم که این فضای اعتماد امروز بستگی به دو چیز دارد: اول کاهش خشونت یا آتش بس، دوم شروع عملی گفتگوها. تا این دو نقطه را مردم افغانستان شاهد نباشند امیدی به وجود نمیآید برای آینده صلح. حالا آقای خلیلزاد در عین حال در صفحه توییترش گفته که تخریبکاران منطقه‌ای برای رسیدن به اهداف نامشروعشان از افغان‌ها به مثابه پیشمرگه‌های بی‌ارزش استفاده می‌کنند. شما می‌دونید که این تخریبکاران منطقه‌ای کیا هستند؟ خب ما در این رابطه لازم نیست که نام ببریم، اما به هر صورت چیزی که بسیار روشنه قضیه جنگ و صلح در افغانستان به علاوه باید داخلی یک باید منطقه‌ای داره، یک باید بین‌المللی داره. وقتی میگیم باید منطقه‌ای داره بدون شک کسانی یا کشورهایی یا منافعی داره یا از این پروسه زیانهایی میبینه. به طور طبیعی باید گفت که هنوز هم ما در همه جزئیات واقعا به یک اجماع دقیق و همه جانبه دست نیافتیم. اگر واضح تر خدمتشون بگیم یک نقطه مثبتی که است بین همه کشورهای منطقه و حتی جامعه بین‌المللی تاکید به این است که باید در افغانستان یک ثبات پایدار ایجاد شود بر مبنای یک صلح، چون بدون ثبات افغانستان واقعا این منطقه ای که ما در او به سر میبریم هم از ثبات لازم برخوردار نمیشه. ثبات منطقه گره خورده به ثبات افغانستان. این نقطه بسیار مهمه که مورد اجماع هم است، اما یک مکانیزمی که چطور ما را به این هدف میرسانه، یعنی به تامین ثبات پایدار در افغانستان، در مورد این مکانیزم فکر کنم هنوز اجماعی وجود نداره، چون جزئیاتی داره، بحثایی داره که باید با شروع گفتگوها آیست آیست پیش بریم تا به اون مکانیزم اصلی هم دست پیدا کنیم به این ثبات. اما یک گام اساسی برداشته شده و واقعا او همین نکته است که همگی در این توافق دارند که ثبات و امنیت افغانستان برای همه مهمه. تداوم جنگ به این صورت قابل قبول نیست،
نه برای خود جانبین قضیه و نه حتی برای کشورهای منطقه. اما حالا لازمه که ما روی جزئیات این مکانیزم باید آهسته آهسته پیش بریم و اجماع منطقی برای ما خیلی مهمه. در غیر او واقعا این نظر سفیر صاحب خیلزاد بجاست که اگر کشورهای منطقه به یک تفاهم نرسند ممکنه ما با موانع زیاد مواجه شیم در پیشرفت صلح. ولی شما میگید که کشورهای منطقه همه در یک موضوع اتفاق نظر دارن، با اون که باعث یک ثبات و صلحی در افغانستان باشه، ولی آقای خلیلزاد در واقع نظرش متفاوت، حداقل در مورد ایران بارها انتقاد کرده از ایران که از روند صلح در افغانستان حمایت نمیکنه و میخواد امریکا در افغانستان در یک جنگ ناموفق و پرهزینه همجور مشغول بمونه و از افغانستان به عنوان ابزار بر ضد امریکا استفاده میکنه. این صحبت های آقای خلیلزاد زاده. البته ایران در مقابل میگه که ایران رسما و به صراحت، این را از قول سخنگوی دولت ایران میگم، ایران رسما و به صراحت از آغاز مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان حمایت و بر آمادگی خود برای پیشبرد روند صلح واقعی و پایدار در کشور تاکید کرده. به هر حال حرفای متضادیه بین حرف آقای خلیلزاد و حرفی که دولت ایران میزنه. دولت افغانستان در این زمینه چی میگه در مورد مثلا نقش دولت ایران؟ خب مسائل هست بین دو دولت ایران و آمریکا، ما به او کار نداریم. بدون شک دیدگاه های بین دو دولت وجود دارد، چه در سطح بین المللی و یا منطقه و یا حتی در مورد افغانستان. اما ما در 20 سال گذشته شاهد یک نکته مثبت بودیم با همه اختلافاتی که بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا وجود داشت، اما در مسئله افغانستان یک نوع توافق نظری غیر رسمی اگر بنامیم یا عملی جریان داشت. هم ایران جزی همکاران دولت افغانستان بود در طول 20 سال و هم ایالات متحده آمریکا که یک همکاری استراتژیک برای افغانستان بود و هست. ما امیدواریم که در این مرحله بعدی هم به این وضعیت پیش بریم. ما از جزئیات نظری که سفیر صاحب خیلزاد گفته اطلاع نداریم، اما تماسایی که مقامات ایران با دولت افغانستان داره، اونها تأکید میکنه بر حمایت از صلح و امیدوار بودن به پیشرفت صلح. آخرین مرحله چند هفته پیش بود، یک هیئتی از افغانستان به سرپرستی وزیر امور خارجه ما جناب آقای اتمر سفری به ایران داشتند. طی او سفر پیام‌های روشنی از طرف ایران برای ما رسیده بود مبنی بر حمایت از صلح. اما نکته اصلی هم چیزی است که پیشتر خدمت شما گفتیم، در اصل ثبات و صلح همه توافق نظر داره، مهم جزئیات قضیه است، مکانیزمی است که بر او اساس باید پیش بریم که در این مورد همه نگرانی های خود داره، هم بعضی کشورهای منطقه و جدا از کشورهای منطقه مردم افغانستان نگرانی های خود داره. روی از این جهت با آغاز مذاکره و گفتگو است که ما میتونیم شاهد باشیم که چی مکانیزم های روی میز مطرح میشه و در چه موارد ما میتونیم به توافق برسیم. بسیار خوب جناب دانش، شما نقش بسیار مؤثری در نوشتن و تدوین و تصویب قانون اساسی افغانستان داشتید، از اول تا به هر حال مراحل پایانی تصویبش. قطعاً هر نوع توافقی که با طالبان صورت بگیره مستلزم تغییراتی در قانون اساسی خواهد بود، به دلیل اینکه طالبان نظر متفاوتی نسبت به بسیاری از مفاد قانون اساسی امروزی جمهوری اسلامی افغانستان دارند. حالا دولت افغانستان تا چه حد و تا کجاها ممکنه که بر سر قانون اساسی برای جلب رضایت طالبان امتیاز بده بهشون؟ خب این واقعا یک بحث خیلی جالب و عمیقی است، ابعاد مختلف هم داره که در این فرصت کوتاه نمیشه به همه مسائل بپردازیم. قانون اساسی فعلی افغانستان در طول نزدیک به 100 سال اخیر افغانستان یکی از بهترین قوانین اساسی کشور ما است. ما در مجموع با تعدیلاتی که بوده در طول سالها از سال 1301 تا حالا 10 قانون اساسی داشتیم. در بین 10 اگر
ما یک زمان مقایسه کنیم قانون اساسی 1343 زمان ظاهرشاه یکی از بهترین قوانین اساسی افغانستان و دوم هم قانون اساسی فعلی. فعلا در جریان بحث صلح خب گاهی بحث های مطرح میشه درباره قانون اساسی، هرچند عملا ما هنوز طرح یا پیشنهادهای گروه طالبان رو به طور مشخص چیزی به دست ما نرسیده که اونا در این مورد چی پیشنهاد خاص دارن، اما در مجموع اگر ما باشیم و خودی قانون اساسی فعلی فعلا دو سه روی کرد در این مورد وجود دارد درباره آینده قانون اساسی. خب نظری ممکن باشد که این قانون اساسی هیچ مشکلی ندارد، به هیچ صورت نباید تعدیل شود یا اصلاح شود، یک نظر میتونه باشه. نظر دومی است که خب ممکنه حتی گروه طالبان یا کسان دیگه به این نظر باشه در آخر که قانون اساسی به کلی کنار گذاشته شود و به اسلام ملغا شود و ما بریم به سمت یک قانون اساسی جدید برای افغانستان. نظر سوم که میشه بگیم یک نظر معقول میتونه باشه، تعدیل قانون اساسی است، یعنی اصلاح قانون. ما نباید به سمتی بریم که قانون لغو شد. این نظر است، من شخصا به او تاکید دارم، حکومت افغانستان، مردم افغانستان هم به این نظر است، به خاطر اینکه ما نیاز به الغای قانون نداریم. الغای قانون خود به خود یک نوع بی‌ثباتی یا یک گسست مجدد، یک انقطاع مجددی را باعث میشه و ما فعلا نیاز به این نداریم، به خاطر اینکه گروه طالبان ممکنه تنها نقطه مهمی را که روی او انگشت بگذاره و گاهی هم شنیده میشه ای است که ممکنه این قانون با مسائل اسلامی، احکام شریعت مغایرتی داشته باشه. ما میتونیم این رو در یک بحث آزاد حتی بحث کنیم که کسی اگر یه دیار داره بفرمایید از این 162 ماده کدام ماده خلاف دین اسلام است یا در مغایرت با احکام اسلام. اگر ما در یک بحث با استدلال در هر ماده قانون اگر به این نتیجه برسیم که این ماده قانون خلاف اسلام است، خلاف ارزش های دینی است، این را همه ما قبول داریم، همه مردم افغانستان، حکومت افغانستان. اما من فعلا تا این لحظه به طور 100% به این باورم که قانون اساسی فعلی افغانستان نه تنها هیچ نوع مغایرتی با احکام دین و ارزش‌های دینی نداره، بلکه نسبت به همه قوانین کشور در طول 100 سال گذشته بیشترین تاکید روی ارزش‌های دینی داره. اگر در یک فرصتی باشه، ما تا جایی که بیاد داریم حداقل در 16 عبده ماده قانون به صراحت تاکید شده روی معیارهای دینی و اسلامی، از دین رسمی کشور گرفته تا نظام سیاسی تا وضع و تصویب قوانین که مغایر احکام دین نباشه ده. تا نصاب معارف، کتابای معارف، تا شرایط رئیس جمهور، تا حتی مسائل فقهی در بحث قضا در فصل مربوط به قوه قضایی افغانستان، اونجا صراحتاً از فقه حنفی و در ماده 131 از فقه جعفری نام برده شده. در 16 ماده افغانستان تأکید شده روی معیار اسلامی. در بسیاری از کشورهای اسلامی منطقه و خارج از منطقه ما یک چنین چیزی را نمیبینیم. ما فعلا هم به این نظر نیستیم که حتما قانون اساسی افغانستان مطابق و دیدگاهی که گروه طالبان داره باید تغییر کنه. اگر تعدیل لازم باشد اصلا در دو ماده قانون اساسی، ماده 149 و 150، در خود قانون اساسی راه های تعدیل پیش بینی شده. از عمر قانون اساسی ما فکر میکنم 17 سال سپری شده، 17 سال یک مدت کمی نیست. جدا از گپ صلح و موضوع مذاکره با طالبان، خود قانون اساسی در طول 17 سال مورد آزمایش قرار گرفته. ما جاهایی داریم که با ابهاماتی مواجه شدیم، با خلاها یا کاستی‌های مواجه شدیم. خود به خود یک قانون اساسی مثل هر قانون دیگه باید روز اصلاح شود. حتی کهن‌ترین قوانین اساسی دنیا که قانون اساسی آمریکا است، شاید 230 و چند سال از او سپری شده، اما بارها مورد تعدیل قرار گرفته.
بنابراین ما به این صورت با لغو قانون به این صورت موافق نیستیم. تعدیل قانون هم بر اساس ضرورت ها و نیازها باید صورت بگیره، نه بر اساس این که کسی ادعا کنه که قانون مغایر با احکام دین اسلام است. بسیار خوب جناب دانش، نتیجه انتخابات امریکا البته بعد از پخش این برنامه اعلام میشه، ولی اگه آقای ترامپ پیروز انتخابات باشه تکلیف تا حدود روشنه، برای اینکه ایشون میخواد که هرچی زودتر از افغانستان بیرون شه، بکشه بیرون و به حال مسائل افغانستان رو واگذار کنه به خود مردم افغانستان یا دولت افغانستان. ولی اگر آقای بایدن باشه، یعنی به هر حال امروز تا آخر وقت شاید اعلام بشه که آقای بایدن باشه، آیا سیاست و برنامه آقای بایدن در خصوص افغانستان برای شما، برای دولت افغانستان روشنه که چیه؟ خب بدون شک تغییراتی که بر اساس یک انتخابات در هر کشوری میه، خانخا یک بخش از سیاست ها یا پالیسی ها تغییر میابه. خب ما فعلا در این حالتی نیستیم که ما قضاوت کنیم که دولتی بعد از انتخابات آمریکا راجع به قضای صلح و افغانستان چی دیدگاهی دارم. ای باید ببینیم که وضعیت به چی صورت پیش میره، ولی بدون شک مطمئنیم که تأثیرات خود داره، بخاطر اینکه ما شما میدانیم خود این پروسه صلح نزدیک به 2 سال پیش که آغاز شد، خب بدون شک با ابتکاری بود که از طرف جانب آمریکا صورت گرفت. جناب آقای خیلزاد به اسم نماینده خاص تعیین شد و رسیده قضیه تا این مرحله که فعلا شاهد هستیم. بنابراین تغییر سیاست ها و پالیسی ها در آمریکا ممکنه تاثیرات خود بگذاره. ولی یک نکته دیگه ایرم که باید تاکید کنیم، بین افغانستان و دولت آمریکا یک پیوند عمیق سیاسی وجود داره. حداقل در این 20 سال این پیوند ها متکی به اسنادی است که امضا شده، اسناد استراتژیک، پیمان‌های امنیتی امضا شده، و جانب افغانستان هم علاقمند است که این روابط همچنان با جامعه بین‌المللی، با همه کشورها و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا هم چون ادامه پیدا کنه و دچار مشکل نشود. اما این که نسبت به این پروسه صلح تا چه حد انتخابات آمریکا و مسائل بعد از انتخابات تاثیرگذاره، این رو باید منتظر بمانیم که قضايا به چه صورت پیش میره. بسیاری حتی در بین سیاستمداران نظامیان امریکا مذاکرات جاری صلح با طالبان، مذاکرات امریکا با طالبان رو مقایسه میکنن با مذاکراتی که امریکا با ویتنام شمالی در سال 1975 داشتن و حتی به اصطلاح نتایج مشابهی هم پیش بینی میکنن سر این مسئله. در اون مذاکرات هم ویتنام جنوبی که امریکا در حمایت از اون وارد جنگ در ویتنام شده بود حضور نداشت. آیا این شیوه و این پیشبینی هایی که میشه و صحبت هایی که میشه شما رو نگران نمی کنه؟ این مقایسه میشه گاهی تحلیل های سیاسی است یا از رسانه ها برصورت، اما تفاوت های بسیار عمده بین شرایط افغانستان و او شرایط ویتنام او زمان وجود داره. این شبهات ها بسیار کمه، شرایط کاملا با هم متفاوته. از طرف دیگه اگر ما شما به 20 سال پیش بریم، مثلا تحولی که در افغانستان و جهان پیش آمد، خطر افرادگرایی و تروریسمی بود که همه دنیا او را از نزدیک احساس کردن و در رأس آمریکا. اگر از این زاویه ببینیم آیا واقعا این خطر رفع شده؟ بر فرض که ما بپذیریم گروه طالبان صلح واقعی را بپذیرن و تعهدات خود عمل کنند، آیا واقعا او خطر از بین رفته؟ گروه های دیگه ما در گذشته بارها گفتیم رئیس جمهور افغانستان تصریح میکردن که در افغانستان حداقل همی فعلا هم 20 گروه تروریستی حضور دارند، از جای مختلف اینا حمایه میشه و به طور طبیعی گروه طالبان بستر اصلی را برای فعالیت های اونا فراهم کرده بود. اینجا 2 سوال اساسی هست. سوال اول قبلا گفتیم آیا واقعا گروه طالبان با اینا قطع رابطه میکنه؟
این سوال است که هنوز در عمل یک اطمینانی به وجود نیامده. دوم، بر فرض که طالبان با این قطع رابطه کنه، آیا خطر این گروه ها رفع شده؟ ما که در افغانستان خطر را از نزدیک میبینیم، در مناطق مختلفی که جنگ جریان داره او گروه ها همچنان حضور دارند. بنابراین اگر خلاصه بگیم، اما دلیل اصلی یک جامعه بین المللی در افغانستان حضور یافت، او دلیل همچنان وجود داره، حالا با یک تفاوتایی. بنابراین ما بعید میدانم که آمریکا و در کنار آمریکا ناتو و دیگه همکارای بین المللی شرایط فعلی افغانستان را با شرایط ویتنام در او سالها مقایسه کنند و بر او اساس تصمیم بگیرند. بسیار خوب، آقای سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر. خیلی متشکرم.